أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، إمام زماننا وولي أمرنا، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب زیاد وقت شما رو نمیگرم چونکه بازم منقبت خانی منده. ما صرف این شاید دو حدیث بوده شما میخوانیم ترجمه منم از خود خوب نمیزنم. همین حدیث است انشاءالله که گوش کنیم و مشعل راه زندگی از مده زندگی سخت قرار بگیره. یک حدیث میخوانیم از ابا عبدالله حسین علیه السلام است و یک حدیث دیگه از امام سجاد علیه السلام. حدیث از امام حسین علیه السلام نقل شده. دیگو کس پیش امام حسین مایم بود که از خود خود تنگ بوده، از گناهای خود تنگ بوده، پیش امام بوده گفته که اگر راهنمایی کنه شده که چطور از این گناه ها نجات پیدا کنه. به هم اولا ما زیاد گرفتار گناه هستم، چیکار باید کنم؟ در اینجی وقتی سوال رمونه خب این شاید مشکلی از ما خواسته، شاید مشکلی گلوگ شما هم باشه که مو چی رنگ باید از این کارات از این کارهای بد دوری کنیم. در اینجا امام یک کلیه میده، یک فرمولا میده. فقال افعل خمسة اشیاء و اذنب ما شئت. وگه که ای پنج کار رکنو از بعد هر گنامو نیکنو دستو خلاص، هر گنامو نیکنو به شرطی که پنج کار رکنی، صرف پنج کار رکنو دستو خلاص، هر گناه هم بونی کچ قاتی کنو. قال گوش کن خوش نشین که نرو اجازت ملاهم شنو. اول ذالک لا تأکل رزق الله و اذنب ما شئت. اولین چیزی که انسان رو میتن از گناه نجات بده ای گبا. امام حسین علیه السلام موگه که تو چی رنگ زندگی در رزق پروردگار خو زندگی، رزق خدا رو نخر، بر بل دیخو پیدا کو بخر، پس اختیار خود خود داری گناه منی گناه کو. رزق کی مگه اینه که ما برم کار کنم بخرم بیرم، اما چیز که از بازار میخریم رزق پروردگار پورا. صرف یک کشاورز، یک کسان، یک کس کی گارڈنینگ کده خلاصا، یک کس رو دانه برده کشت کده زمین پروردگار که ده حکم پروردگار کارمونه از منش میوه برده سوزی پور شده تو مخری، پس اون رزق پروردگار نگی که ما خود ما کار کنم خود ما میخورم خود ما مخورم، این بس رزق پروردگار نیه، زور بازوی خود مخورم. از رزق پروردگار نخر، یعنی در دنیا هر چی که هستی از این نخر، یک چیز دیگه بلده خود خجور کن بخر، بس گناه هر چی مونی کنم. آسان گوا نه؟ آسان فرموله نه؟ هر کس میتنه کنه از بعد گناه هم میتنه، هر چی که میخواه کنه کنه. دو، والثاني اخرج من ولاية الله واذنب ما شئت. از ولاية پروردگار خارج شو، بزار گناه که میخوای کن. ولاية پروردگار یعنی از سرپرستی پروردگار، یعنی یک جای بور که دو جای حکمرانی خدا نباشه، از اونجا بور شو در جای دیگه که رفتی که جای حکمرانی خدا نبود، از اونجا آزادی و علاقه غیره در اونجا کار که بخوای میتنی کن. این دویمنیش گفتم ما فقط ترجمه اون تست است. الثالث اطلب موضعا لا يراك الله. سیم نشی که دوتر جای بور که خدا تو رو ننگر نه، دوتر جای بور که خدا تو رو ننگر نه، فقط خود تو باشی و خود تو باشی، خدا تو رو ننگر نه از نب ماشه دو اونجی هم هر چی گناه میتنی کن. لی باید بار این پرو کنجا کیا پیدا کن، پیدا میتنی نگر اونجی جای که خدا حاضر و ناظر نباشه از اونجی میتنی گناه کنی. الرابع، اذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفع عن نفسك واذنب ما شئت. و وقتی ملك الموت مایا، حضرت اسرائیل علیه السلام مایا، خب ده این امر خلاصا ده عزت احترام بگیرن که مراز نشد.
اسرائيل ده شيء لا اسان اسان نجي اسرائيل اسرائيل ده شيخ بوجن عليه السلام السلام وزن شيخ خلاص خراب شو كي شو حالات خراب نشنا قرب اگر ملك الموت رشار ملك الموت اگر خود کو رد میتنین وقت مایا جان شمور بگرا میتنین جان خو بچاو کنین اور جواب بدن بور بابا ما کا سکار نہ رو گز ما کار نہ درے کو باز میتن یار گنارا کمی اختیار چارم پنجم والخامس اذا ادخلك مالك في النار فلا تدخل في النار واذنب ما شئت پنجم نش بعد از مردو وقت کی آدمی گناہگار کو معلوم جائش دے کجائے دیا وقت کی فرشتے جہنم تور طرف جہنم مغرہ میں خیال جہنم بین نزنا اگر انجی میتنے دفاع کرنے اس خود کو یعنی خود کو خص پاورفل مینگرنے کی ما بعد از مردو کد ازو فرشتہ میتنم خلاص ایک جڑا کنم خود کو جان کو بچاو کنم خود ٹھیک دے دنیا ہر گناہ میں خیال کنم ای پنچ چیز را پنچ کار اگر میتنے آزادی امام حسین را را وازشتا بورین هر گناه مونین هر گناه که دل شما میخوایا کنین اگر ای پنج کار را میتنین اگر نمیتنین بس خب خوب بگرین خدا کی گفته گناه نکن بس گناه نکن کارای کی گفته کنین و کارای کی نگفته نکنین یک صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد یک حدیث از امام حسین علیہ السلام بود یاد ہم امی طرح ایک حدیثی دیگر است از امام سجاد علیہ السلام کے ولادت مبارک شے دشاوت تیر شد روی ان علی ابن حسین علیہ السلام از امام سجاد علیہ السلام روایت شده قال علامات المؤمن خمسون مؤمن پنج علامت دارا ام شاوت تام چیز بلے پنجتن می چلا ایک سلوات تیر شد اللہم محمد و آل محمد مؤمن پنج علامت دره پنج نشانی دره چیا البرع فی الخلوه خلوت خدا مو خبر دره یعنی جایی که تنها استش کس نیاز بلی نو انسان پیش تو کس نیه دا اونج یک کس اگر تقوا اختیار کنه برع یعنی تقوا این طرف گناه نرا دا او تر خلوت جای که غیر از خدا کس دیگه حاضر و ناظر نیه اگر خود کو انسان از گناہ بچاؤ کنا یہ از علامات مؤمن هستن چونکہ دا پیش روی شمو ممکن ما خود کو بسیار پاک دامن متقی پرہیزگار و خدا چیز نشان بدم لیکن دا تنہائی کی بورم ممکن ہے گلو گناہ سرزد چھنا پس ایگو کس دا پیش روی مردم ایماندار نشان میده دا مشنا خود کو نشان میده مؤمن متقی پرہیزگار نشان میده او زیاد معیار نی البتہ مو نمیتنی بگی تو پیش روی از مئی ترمونی پس پشتا و ترمونی او کار از مونه که ما کس را بگی کس را جج کنی لیکن هر کس اگر دا جاغیز خود خطوخ کنه آیا دا پیش روی مردم امو رنگایی که دا تنهایی امو رنگایی یا نه فرق مونه اگر دا تنهایی دیگر رنگایی کارای دیگر مونه که پیش روی مردم نمونه بس بو فاهمی که چندانی از ایمان خبر نیه باید که بلی خو مزید کار کنه البته ایمان هر بدم مو دو مقام بالا خو نیسته که مو دا مو ایگوی مو ادعا کنی امی که انسان دونه جایی خطو منو مفاهمه ای خرابی خور مفاهمه کمزوری خور مفاهمه بلی باید کار کنه دیگه مقصد نیه امام فقط راه نشان میده یعنی علامت من نیست و هسته یا نیست اگر است خوب بال بور شیر ترقی بدی زیاد کشیر اگر نیه باید که صفر امیم روز شروع کنی خب یک از علامات مؤمنین الورع فی الخلوه آدم دا تنهایی طرف گناه نره یک از نشانه ایمان و الصدقه فی القله دیونا علامت مؤمن آدمایی که مؤمن آدمایی که پیسه دار هسته او بگه از منه میلیونا روپیه دلار که داره یک صد پنجایی صدی هزاری اگر بیده زیاد کرامات نکده خوب کاره نه که بعد مثلا اگه او کس میلیونر بود او دیگه همیشه باید یک لگ بیده نه امو که صدی هم بیده خوب کاره بد نیه لیکن چندانی کتا کار نکده چونکی واس منه یک دریا اگر چه یک بالتی بال کنی هیچ مسئله بلی سو فرق نمفته فرق دا اونجا مفته که کس نداره خود چی ناداره محتاجه اما یک صدی که دا جیبشیه میگره پینجایشی را غریب را کس خود چی بدتره تاوی لزوم نه
دیمنا علامت مؤمن که دینج موگا صدقه تو فی القله دا حال گرفتاری دا حال کی خود چی کم داره صدقه میده این علامت های مؤمن و صبر عند المصیبه یک علامت های مؤمن یکی وقت مصیبت بلی شمایا صبر کنه دامن صبر از دست خیلی نده و ما دیم نشرم از بعد ورایش رم بگم چون که ادویش کم زرم مرتبطه و والحلم عند الغضب چارم آدم وقتی غضبناک مشنه حلم داشته باشه بردباری داشته باشه بعض اینجی صبر و حلم کستا در نظر از تقریبا یک چیز مایه لیکن حلم و صبر فرق داره یک صفتای پروردگار صابر است یک صفتای پروردگار حلیم است دو صفتی جدا جدا دو معنی داره صبر د اونج استعمال مشنه کی انسان بل انسان مصیبت ها زورو بایا ناجوری بایا بیماری بایا گشنگی بایا اکسیدنت مشنه خدا نخواسته ازی کارا د اینج وقت کی انسان کنټرول از دست خو ندا مغی انسان صبر کت صبور است صابر است صبر د برابر مشکلات یی تر صبر د برابر مشکلات است و حلم فرق منه حلم از او آتش که دست درون انسان برو مشنه در برو کار نداره حال ممکن هم چیزی که تو را درون تو را آتش زده است برو باشه مثلا ایگو کس ایگو غب زده ایگو کار کده ایگو چیزی را دیده غضبناک شده در اینج کلمه حلم استعمال مشنه اگر انسان بلیخ کنترول کرده و حالت غضب مگه ای حلم داره حلیم است پس در برابر مشکلات نمگه ای حلیمه بلیش مشکل هم ده بیمار شده مگه ای حلیمه اونجا مگه صبوره صابره لیکن وقت که غضبناک بشنه بلی غضب کنترول مونه مگه ای حلیمه حلم داره یا ایش غضبناک نمشنه بگه بسیار مرتبه بال است که اهل بیت علیه السلام دو مرحله بود که میماد نفر دو کریم مکد بعد مو گفت دو بلی چهره شی چونکه آدم هر کار کنه چیزایی که دور انسان تیر مشنه بلی چهره انسان ظاهر مشنه دیگه نه تو ممکن است زبان اظهار نکنی لیکن چهره در حالت بی زبانی تمام چیز رگا بیان مونه ممکن است کس قارشی باید رنگش سرخ شونه سوز شونه لیکن بلی زبان خونه ایره ایم حلیم گفته مشنه حلم داره لیکن تاینه مرحله ایش است اهل بیت علیهم السلام وقت که دشتوهین مشود حتی هم چهره شم منش تبدیلی نمیماد واقعی حلم واقعی اونونه داشت که دو مرحله تا آدمار بلی شک صفت دیگه می استعمال مونه مگه که کازم غیز داره کازم غیز داره کازم غیز هسته یعنی غیز خوره غضب خوره کنترول مونه بسته مونه نمیلت پارش مونه دیگه او تا تاری مرحله حلم است پس صبر و حلم فرق داره یک از علامت های مومن یکی در مصیبت ها صبر مونه یک از علامت های مومن یکی در وقت جای غضبناک شده یا حلم اختیار مونه حلیم مشنه خب گفتم اینا او روشنایی های و نوری است که انسان اگر در زندگی خوب اختیار کنه بلدیشی کلو راها طرف خوبی واز مشنه پنجمنه و آخرنه صفت مومن و صدق و عند الخوف صدق یعنی راستی، راستگویی ضد دروغگویی یک از علامت های مومن یه که وقتی خوف هم بلی شمای تاری مشنه از ایگو مثلا ترس هم داره ترس جان و ترس مال و ایگو ترس بلی شسته باز هم دست خوره از دامن راستگویی اله نمیده راست خوره موگا اگر حق است حقیقه دسته راست خوره موگا هیچ مشکل بلدیشی نیسته خب از ایشت پنج علامت مومن یک دخلوت تقوا اختیار مند نزدیک گناه نموره دویم شد حالت نداری هم صدقه میده سیم د وقت مصیبت صبر مونه چهارم د وقت که بعد غضبناک شونه حلم اختیار مونه پنجم د وقت که بلش سر شیخ خوف هست بازم راستگویی را دیسکو از راستگویی له نمونه راست خورا موگا و بی دو دن حدیث که منشی پنج پنج نکته ده هر حدیثی بود یک بسیار نره پنجتری پک سوالک نره های داری یای که یک گفتم مشعل راه مور در درو امام نشان میده انشاءالله مو اینا را در زندگی خوب اپلای کنی بلیش هرچ پس که میتنی عمل کنی تاکه زندگی مو
بهتر شو نام بلده شادی ارواح طیبه شهدا بلده تمام مرحومین مؤمنین و بلده سلامتی صفت و ایک صلوات بلند بخن اللهم